سلام بچه ها، به کانال ورد آف تنکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست 10 تایی از باس فایت های اومده کردم که میتونید قبل از شروع کردن شکست بدید. باس فایت ها معمولا نقطه اوج بازی هستن که شما باید مهارت خودتون رو نشون بدید، اما بعضی وقتا بازی ها این شانس رو بهتون میدن که باس فایت ها رو قبل از اینکه حتی شروع بشن شکست بدید. من امروز به 10 مورد اشاره میکنم. شماره 10، باسس هیلو انفینیت. برای اولین بار بعد از عرضه بازی هیلو انفینیت ما تونستیم مفهوم باس فایت واقعی رو توی این فرانچایز تجربه بکنیم. تا قبل از اینم باس فایت داخل بازی بود، اما به هیچ عنوان نمیشد بهشون بگیم باس فایت. فقط باید با اون یاری که جلوتون بود شلیک میکردید. اما توی این بازی باید از ذهنتون و استراتژی‌های خاصی استفاده میکردید. به عنوان مثال باسوس که شما در آخر ماموریت اکسکویشن سایت باهاش رو در میشید. اون یه چکش جاذبه به شدت بزرگ داره و از اونجایی هم که شما دارید توی یک اتاق کوچیک باش مبارزه میکنید، خیلی راحت میتونه بهتون صدمه بزنه. پس این باس فایت واقعا میتونه دشوار باشه و دهن شما رو سرویس بکنه. اما یه نکته دیگه در مورد بازی هیلو انفینیت وجود داره، اونم اینه که کاتسین هاش ریل تایم هستن. یعنی هر اتفاقی که توی محیط افتاده باشه بعد از اینکه کاتسین شروع بشه توی کاتسین خودشون رو نشون میدن. پس شما میتونید از این حقه باحال استفاده بکنید. قبل از اینکه باس فایت رو شروع بکنید، برید تا اونجایی که میشه مواد منفجره رو جمع بکنید و بعد این قسمت بذارید. حالا وقتی که کاتسین شروع میشه، اون مواد منفجره اونجا هستن. فکر کنم از این به بعدش دیگه خیلی مشخص میشه. شما یه جا خالی میدید و وقتی طرف اومد روی مواد منفجره، اونا رو میتر کنید و به همین راحتی این باس رو شکست میدید. شماره 9، مرگ کاسلوینیای 2 سایمونز کوست. داخل بازی کسلوینیای 2 شما کنترل سایمون بلمونت رو دارید، یکی از معروف‌ترین شکارچی‌های خون‌آشام‌ها. و احتمالاً اگر این بازی رو انجام داده باشید میتونید که سلاح اصلی شما اون شلاقه. با این شلاق همه خون‌آشام‌ها رو شکست میدید. شما داخل بازی باید آیتم‌های مختلف رو جمع بکنید و کاراکتر خودتون رو قوی بکنید تا راحت‌تر بتونید دشمن‌ها رو شکست بدید. این به اون معنیه که شما میتونید این شلاق رو هم آپگرید کنید. وقتی که شما به یکی از باس فایت های میانه بازی یعنی مرگ یا همون گریم ریپر رسیدید، میفهمید که چقدر اون قویه و حتی اگه شما شلاق چین ویپ رو هم داشته باشید خیلی طول میکشه تا اون رو شکست بدید. به جاش میتونید از یک روش ساده تر و ارزون تر استفاده بکنید. فقط کافیه سیر بگیرید. آره، یه سیر بخرید و بعد اونو بندازید زمین. وقتی که مرگ به اون سیر میرسه اونجا گیر میکنه و هی ازش دمیج میخوره و اینطوری خود به خود میمیره. خیلی عجیبه. مرگ یکی از محدود دشمنا داخل اون بازیه که خوناشام نیست و تا اونجایی که من میدونم خوناشام ها هستن که به سیر حساسیت دارن. این که اون چرا این واکنشو نشون میده واقعا مشخص نیست. شماره 8، سلیدین الرت گولد 4 اوبلیویون. داخل بازی اوبلیویون یکی از بهترین کارهایی که شما میتونید انجام بدید اینه که به دارک برادرهود بپیوندید. وقتی که شما به این انجام میرید بهتون یک سری قرارداد میدن و شما باید برید هدفهای مشخصی رو به قتل برسونید. بعض وقتا این هدفها میتونن دهن شما رو سرویس بکنن، مثل سلیدین، یک جادوگر که داره از جادوی سیاه استفاده میکنه و میخواد تبدیل به یک لیچ بشه، یعنی جادوگرهایی که هیچ وقت نمیمیرن. اگر شما به قاره محل سکونت سلیدین برید و بخواید باهاش عادی مبارزه بکنید، خیلی این مبارزه طول میکشه و سخته، چرا که همونطور که گفتم اون از جادوی سیاه استفاده میکنه. اما اگر شما خاطرات سلیدین رو بخونید متوجه یه چیزی میشید. از اونجایی که اون میخواد خودش رو تبدیل به لیچ بکنه، روح خودش رو گرفته داخل یک ساعت شنی قرار داده. خب حالا شما باید از قابلیت مخفی کاری خودتون استفاده بکنید. برید پشت سلیدین، جیبش رو بزنید یا همون پیک پاکت انجام بدید و بعد اون ساعت شنی رو بردارید. وقتی این کارو میکنید اون خیلی سریع میفته زمین و میمیره به همین راحتی. شماره 7، آنا و گانتر دیو 6. داخل بازی دیس اکس هم باس های مختلفی وجود داره که بعضی وقتا شما میتونید اونا رو کلن اسکیپ بکنید و یا اینکه از روش های جالبی برای شکست دادنشون استفاده بکنید. از نظر من دوتا از باحال‌ترین اونا مربوط به آنا و گانتر میشن، دوتا سایبورگ که شما در طول بازی باهاشون رو در رو میشید و اگه بخواید میتونید باهاشون مبارزه بکنید که در حالت عادی این باس فایت هم میتونه کمی اذیت کننده باشه، مگر اینکه شما بتونید قبلش یه سری پسورد خاص رو یاد بگیرید، چرا که این دوتا سایبورگ اگر بهشون یک پسورد خاص داده بشه خود به خود منفجر میشن، در واقع جوری خودشون رو نابود میکنن. اگر شما این دوتا پسورد رو یاد بگیرید زمانی که دارید باهاشون گفتگو میکنید یک آپشن جدید استفاده میشه و شما میتونید اون پسوردا رو بگید که دقیقاً به محض اینکه دیالوگتون تموم بشه اونا از دستورالعمل پیروی میکنن و خودشون رو نابود میکنن. به همین راحتی شما میتونید این دوتا باس کاملا دشوار رو شکست بدید. شماره 6، مافت اندرتیل.
همونطور که میتونید داخل بازی آندرتیل کلی باس وجود داره که بعضیشون واقعا میتونن سخت باشن. خب مافت به هیچ عنوان باس فایت سخت نیست، اما اینکه در هر حال شما این قابلیت رو دارید که یک جورایی بتونید اونا قبل از اینکه حتی باس فایت شروع بشه شکست بدید باحاله. خب مافت توی بازی مغازه داره و همیشه از این ناراضیه که چرا کسی ازش خرید نمیکنه با اینکه قیمتاش واقعا بالاست. خب اینجا رو داشته باشید، اگر شما به این باس فایت برسید اون باهاتون مبارزه میکنه و بعد شما میتونید اونو ببخشید یا بکشید. اما اگر شما از یکی از دوتا مغازه اون حتی یک آیتم خریده باشید و وقتی به اونجا رسیدید از اون آیتم استفاده بکنید، مافت به خاطر اینکه شما بهش کمک مالی کردید بیخیالتون میشه. پس در نتیجه خیلی راحت میتونید این باس فایت رو اسکیپ بکنید. همونطور که گفتم باس فایت سختی نیست، اما اینکه شما میتونید بیخیالش بشید خیلی باحاله. شماره 5، سارن Mass Effect. داخل اولین نسخه از Mass Effect کاراکتری که شما همیشه دنبالش هستید یک تورین اسپکتر به اسم سارنه که خب از قابلیت خودش استفاده کرده و حالا داره با ریپرها همکاری میکنه. شما قبل از اینکه توی قسمت آخر با اون رو در رو بشید چند مرحله قبلترش یک بار باهاش مبارزه کردید و از اونجایی که اون میگیره از این گجت های گرین گابلین استفاده میکنه روی هوا پرواز میکنه، اون باس فایت کمی دشوار بود. نگران نباشید، چرا که توی قسمت دوم حداقل میتونید بخش از این باس فایت رو یک جورایی بپرونید. چطوری؟ خیلی ساده است، فقط کافیه میزان پرگان و یا رنگیتتون به حد مشخصی رسیده باشه. در این حالت شما وقتی که دارید باش صحبت میکنید میتونید از اون دوتا دیالوگ استفاده بکنید و بعد سارن رو قانع بکنید که ریپرها گرفتن اونا اینداکترینگ کردن و در واقع اون داره فکر میکنه که میخواد به زندگی های ارگانیک کمک بکنه، اما همه اینا نقشه ریپرهاست. بعد از این قضیه سارن با تفنگ خودش خودکشی میکنه که خب حداقل شما یه بخشی از این باس فایت رو اسکیپ کردید. اما بعدش ساورن ریپری که پشت همه این اتفاقاته از جسد سارن استفاده میکنه و شما باز مجبورید باهاش مبارزه بکنید که اونا هیچ جوره نمیتونید بپرونید و حتما باید انجامش بدید. شماره 4، فورس ورن برایر هارت اسکایریم. همه فکر میکنن که داخل بازی اسکایریم شمالی ها و یا همون نورت ها ساکنان اصلی اون سرزمین هستن، اما قبل از اونا مردم دیگه اونجا زندگی میکردن به اسم مردم ریچ که حالا به خودشون میگن فورس ورن، کسایی که بعد از اشغال زمین هاشون توسط شمالی ها حالا باهاشون درگیرن. اونا برای اینکه بتونن شمالی ها رو بیرون بکنن حاضرن دست به هر کاری بزنن. جادیگراشون یعنی هگ ریون ها میرن سراغ معروف ترین و قوی ترین جنگجویان قبیله و بعد اونا حاضرن قلب خودشون رو در بیارن و تبدیل بشن به یک ماشین جنگنده. جنگجوهایی که هیچ حسی ندارن ولی به جاش قدرت زیادی به دست میارن. چطوری؟ با فدا کردن قلبشون. شما به معنای واقعی میتونید ببینید که جای قلبشون خالیه و به جاش یک آیتم گیاهی قرار داره. خب توی مبارزه معمولی که این فورس ورن برایر هارت ها واقعا قوی هستن، اما اگر شما اسنیک بالایی داشته باشید میتونید یواشکی برید پشتشون و بعد اون قلب گیاهی که داخل بدنشون هست رو در بیارید. اگر این کار رو بکنید اونا سریع روی زمین میافتن و کشته میشن. شماره 3، فیر متال گیر سالید 3. احتمالاً تا الان باید بدونید که باسهای بازی متال گیر سالید رو میشه به روش های جالب شکست داد و در مورد بعضیشون قطعاً اطلاع دارید. مثلا وقتی که دارید با سایکومانتیس مبارزه میکنید میتونید جای دستا رو عوض بکنید و اون رو شکست بدید، و یا زمانی که توی بازی متال گیر سالید 3 در برابر دی ان قرار گرفتید میتونید ساعت کنسول خودتون رو جلو ببرید و اینطوری اون به خاطر کهولت سن میمیره. اما یکی دیگه از باس فایت ها داخل بازی متال گیر سالید 3 فیره، این مرد عجیب و غریب که خیلی خیلی استامینای زیادی داره و این طرف اون طرف میپره. در حالت عادی مبارزه باهاش واقعا زمانگیر و سخته، اما یک روش خیلی باحالی وجود داره. نمیدونم چرا، اما ظاهرا فیر به غذاهای آلوده علاقه داره. پس شما میتونید یک غذای گندیده رو بندازید توی جنگل، اون خیلی سری میاد این غذا رو میخوره و به خاطر این اتفاق کل استامیناش خالی میشه. برای چند ثانیه استانه و شما میتونید از این قضیه استفاده بکنید و خیلی راحت اون رو بکشید. شماره 2، کارل کاپتان کاماندو. داخل بازی کاپتان کاماندو که بر اساس یک مانگا درست شده دو تا دشمن وجود دارن به اسم کارل و برندا که دفعه اول که شما باشون مبارزه میکنید اونا باس فایت هستن، اما بعد از شکست دادنشون تبدیل میشن به دشمنای معمولی. خب کارل و برندا با همدیگه یک جورایی رقابت دارن و بر اساس اطلاعات داخل بازی به شدت حسود هستن.
اگر شما بخواید معمولی با این دوتا مبارزه بکنید که اونا میتونن از اون شوکرهای خودشون استفاده بکنن و دهن شما رو سرویس بکنن، اما یک راه باحال وجود داره. میتونید از این حسادتشون استفاده بکنید. وقتی که برای اولین بار به اونجا رسیدید، فقط کافیه بگید که کارول از برندا خوشگل تره. اینطور برندا به خاطر حسادت کارول رو میکشه و بعد شما خیلی راحت میتونید این باس فایت رو اسکیپ بکنید. شماره 1، دیگن هارت، هانتر د رکنینگ. بازی هانتر د رکنینگ دقیقاً توی دنیای ماسکرید د بلادلاین اتفاق میفته. توی این بازی شما کنترل هانترها رو به عهده دارید، کسایی که از خونه شما بدشون میاد و برای قنها اونا رو شکار میکنن. شما به یک شهر عجیب و غریب میرید، جایی که کنترل اون دست خوناشامی به اسم دیگن هارته و کلی مونولوگ چرت و پرت داره. شما وقتی که توی قسمت آخر در برابر دیگن هارت قرار گرفتید، میفهمید که اون باس فایت واقعا دشواره. اون ذات حقیقی خودشو نشون میده و تبدیل میشه به یک خوناشام به شدت گنده و ترسناک که دهن شما رو سرویس میکنه. اما اینجا میتونید از یک روش خیلی باحال استفاده بکنید، روشی که تقریبا میتونه همه خوناشام ها رو به راحتی بکشه. شما توی یک انبار دارید باش مبارزه میکنید و اگر اون اطراف رو بگردید میبینید که یه پنجره وجود داره که با چوب بسته شده. شما باید با اره برقی خودتون این چوب ها رو بشکنید و به محض اینکه اونا شکسته میشن، نور خورشید داخل انبار میفته و این باس فایت در همون لحظه شکست داده میشه. خب اینم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما مورد دیگه ای سراغ دارید؟ اگه توی کامنت بهش اشاره بکنید. در هر حال اگر با این ویدیو حال کردید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.